به نام حق و حیات شهدا، امروز پنج شنبه 9 قوس 1396 دیلنده نهم دیار سرش به نویان کال او دی نوامبر دیرشم 2013 3 نوامبر 2017 من در یتیم خانه اسرا که تعدادی هموطن ما یتیم در اینجا هستند، اینها درس هم میخوانند، در مکتب میروند، جوانترین صنف اول مکتب است، در ابتدای است و کلانترین صنف 8 است. امروز روز مولود شریف هم است، روز تولد رسول خدا است. یک روز در کوچه روز عید رسول خدا یک طفل را دید که گریه میکرد. پرسان کرد که چرا گریه میکنی؟ چون پیامبر ما یک عادت داشت که به اطفال هم سلام میداد. بعضی اصحاب پرسان کرده بود که اینا خود طفل هستند و اینا چرا سلام؟ گفته بود که این ثواب بزرگ دارد. از طفل پرسان کرد که چرا گریه میکنی؟ این طفل گفت که من پدر مادر ندارم، یتیم هستم، هم سن و سال من لباس نو دارد و من لباس نو هم ندارم. روایت است که پیامبر ما به این طفل پیشنهاد کرد که در خانه من آیا میروی و قبول میکنی که خدیجه مادرت شود و فاطمه خواهرت شود و محمد بن عبدالله هم پدرت شود. این طفل بسیار خوشحال شد، در خانه برد مثل فاطمه لباس برایش، یعنی همان قیمتی که برای دختر خود فاطمه زهرا لباس ایدی ساخته بود برای این طفل هم ساخت. این ارزش و قدر و جای یک طفل یتیم را، طفل و بخصوص طفل یتیم را در دین و آیین ما نشان می‌دهد. متاسفانه بعد از صدر اسلام تصویری که از اسلام داده می‌شود یک تصویری کاملا 100% وارونه است. اگر ما اعمال و رفتار رهبران صدر اسلام را بخوانیم، واقعا حتی با یهود پیامبر ما وقتی که یک روز نشسته بودند یک تابوت تیر شد، پیامبر خیست سلام داد، اصحاب گفتند این یهود است. پیامبر سرشان گفت که ما باید ولو یهود باشد باید به شما مخلوق خداوند است احترام قائل باشیم. آمدیم تا از پول خانم محبوب حسن از جرمنی که 76249 افغانی ارسال کردم مستقیم برای خود این ایتام کمک کنیم که این 30 نفری که هست در اینجا نانشان، لباسشان، مکتبشان، بودیشان است. در اینجا آشپزخانه دارن، جای خواب دارن، بعد میبینیم کامپیوتر دارن، در مکتب اینا رو میفرستم و یک قاری سر اینجا استقام هم گفتن کردن که درس هم میدهن. بنابراین فکر میکنم که این بزرگترین ثواب است. من 100,000 افغانی کمک میکنم و امروز به اینها 76,249 افغانیشی از این خواهر ما، از این هموطن عزیز ما که ثواب بزرگ در این روز مولود شریف کمایی میکند و 23,751 افغانی از ماش خود. من وقتی مجرد بودیم در وزارت پلان بخصوص تمام ماش خرج دسترخان خود که 72,000 افغانی میشد برای کارمندان وزارت چاشت مجانی بهترین ما را آماده میکردیم، رستوران برایش ساخته بودیم. بعد وقتی وکیل شدیم تا زمانی که مجرد بودیم قسمت بیشتری ماش خود کمک میکردیم. فعلا که متعیل هستیم و خداوند 2 تا دختر نازنین داده یک قسمتی از ماش خود کمک میکنیم. معمولا هموطنان ما که پول روان میکنن با نامی کمک کننده کشورش مبلغش را هر دو ماه در فیسبوک خود بشر دوست فاندیشن منتشر میکنم که میرون میبینن که پولشان رسیده یا نرسیده و بعد ویدئوی کمک هایی که میکنیم ولو یک افغانی کمک کنیم تلاش میکنیم که ویدیو بگیریم که هموطنان ما ببینن که واقعا پولشان توزیع شده بدون تعصب، توزیع شده تعصب قومی، مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی، ولایتی و امثالهم، چون در کشور ما متاسفانه تعصب بسیار حاکم است. هموطنان عزیز ما بر اساس یک ویدیو قضاوت نکنیم. بعضی مثلا ویدیو امروز را میبینن میگوید بشر دوست فقط به یتیم ها مثلا کمک میکند، چرا به معلول، چرا به معصوم، چرا به بیوه ها کمک نمی کند، یا فقط بشر دوست به یک قوم کمک می کند و پشتون مثلا کمک می کند. اگر کسی یک ویدیو را دید که ما به هزاره کمک می کنیم فورا قضاوت می کنه که بعد بشر دوست فقط به هزاره ها کمک می کند. شما اگر ویدیو های من در فیسبوک ببینید متوجه می شود که هیچ فرقی در قلب من بین انسان های زخمی نیست. ولو یک غیر مسلمان باشد وقتی زخمی باشد مخلوق خداوند است، ذره مرحمی که ما داریم بگذاریم. دلیل اساسی انتشارش هم همین است، این ریا نیست. دلیل اساسی انتشارش این است که مردمی که پول روان کردن بدانند که پولشان رسیده، پولشان توزیع شده، پولشان حیف و میل نشده، بخاطر است که همیشه ما کمک‌ها را متشکرم.
تشکر میکنیم. هموطنان عزیز، افرادی که ما کمک میکنیم اینا رو با چشم تحقیر و توهین نبینید. اینا نه دزدی کردن، نه قتل کردن، نه جنایت کردن، کدام گناهی مرتکب نشدن. ما باید با چشم تحقیر و توهین رهبران جهادی، چپی، دموکراسی، حقوق بشر و امثال هم را ببینیم که خودشان در کاخ است، در قصر است. افراد از قومشان، حتی از منطقهشان، حتی از ولسوالیشان متاسفانه نان خوردن را ندارد. زمستان تعداد زیاد هموطنان ما پیسه خروچوبه ندارد. گران هوادوالو نن با اسران داربیتیام یا اسرا یتین پالنه مستل زرفخانی به دوی سر مرسته که و شپنج و یازر دو سوان نسل ویشت افغانی دموش خور آقل محبوب حسن جرمنی نریشه ری و مستقیم دا یتیمانو سر مرسته که و پدا یتین پالنه چی دوی دیرش یتیمانو دا چی دوی مور دوی پلار پزانگر توگه وجر شویدی دلتا یا استازم لری یا قاریرم لری. بل اساسی موضوع چی دی خوشی زایده داده چی دوی مکتب دمزی یا پخلنزی لری، کتابتون لری دلتا او یا قاری هم لری، استازانو هم لری او دوی دیدی خواهر بچه ده او لبد مرخه دی جگر قربانی ده، اکثرا دی جگر قربانی ده. پدا سلویشت کانه لبد مرخه عادی افغانانو که پرچمه و که خلقه و که جهادی و اوز که طالب ده، که دایشی ده، که عسکر ده، که پولیس ده، ده دی افغانستان عادی خلق و بچه ده. دی وزیران و وکیلانو نه حق وقت سوک وزل شوی دی نه اوس وزل کیجی. هغه سره چې جان انتحاری کوي هم هغه د دې خاورې بچی ده او هغه قربانی ده. زه سوچ نه کوم چې هغه وخت چې دا وزل کیجی ځان قربانی کوي، د مثال په توګه اخونزاده یو ختم د قرآن شریف ختم ونیسي، یا هغه عسکر چې په افغانستان وزل کیجی عین و غین یو ختم ونیسي. حتی د دوی اکرامیه نه ورکوي، د دوی زوی، د دوی کونډو مجبور کیږي چې ګدایي وکړي. همدارنګه تا ایش خلکو در زنان چی وجل کیجی یو تعریف فیلسوف در لود چی آقا وای چی کسانی که در جنگ همدیگر را میکوشن همدیگر را نمیشناسن و هیچ دشمنی بین خود ندارن، اما برای کسانی میکوشن و دستوری کسانی میکوشن که آنها همدیگر را میشناسن و بین خود معامله دارن. بنابراین هموطنان عزیز ما، این ذره مرهمی که شما میفرستین ما این را قطع قطع جمع میکنیم ساس که ساسی در طول او او بیوزل و خلکو به شفافیت و حسابدهی ورکو گست زو حتی کتابتون تا گرو پاکلانزهی تا گرو دوی یو دفتر هم شته چی زین کمپیوترون هم دلت شته گرو بیا دوی سر خبری هم لرو او دا پیسی دوی تورکوو چی دا غط سواب دی ما پنظر کنم. مننه، تشکر. زار افغانی آوردم.